فرار مغزها و نخبگان از ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه حالا به مهاجرت دست جمعی پزشکان و کادر درمان رسیده. سوال اینجاست که خب علت چیه و این مهاجرت ها چه تأثیری روی بحران کنونی در عرصه درمان ایران خواهد داشت؟ همراه میشیم با دکتر ولی افسری، عضو جامعه متخصصین ایرانی در آلمان. سلام میکنم خدمتتون دکتر افسری، خیلی خوشحالم که همراهمون هستین. علت این افزایش چشمگیر مهاجرت جامعه پزشکی ایران رو دکتر چطور میبینید و چرا کادر درمان، پزشکان، پرستاران و خلاصه تصمیم به مهاجرت میگیرن؟ با سلام به شما و تمام بینندگان عزیزتون خدمت شما عرض کنم. ببینید قبلم چه جواب سوالتون رو بگم، یه جمله بگم. ببین این رژیم نزدیک به 44 سال است و نزدیک به 44 سال حکومت میکنه، رژیم پاسه، تبهکار، جنایتکار، در تمام زمین ها همه چیز خراب کرد، نابود کرد، اقتصاد کشور نابود کرده، محیط زیست و کشتار، از این حرف هممون هم میدونیم. هیچ قشری از جامعه ما مسئول از این جنایات رژیم نبود. الان بحثمون مسئله پزشکانه. ببینید این پزشکان به هر حال زحمت کشن، به هر حال میخوان به مردم کمک کن. الان وضعیت بسیار اسفناکه، میخوان از کشور خارج میشن. من در بخاطر اینکه اینو بیشتر توضیح بدم، از رسانه‌های خود رژیم میخوام یه چند مثالی بزنم. ببینید روز جمعه 23 اردیبهشت روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد اعلام به ابعاد این مهاجرت اشاره میکنه در گزارش خودش. میگه که تا سال 4 سال گذشته نزدیک به هر سال 3000 نفر تا سال 98 از ایران پزشکان خارج میشدن، مهاجرت میکردن. اما در 4 سال گذشته 16000 پزشک از ایران خارج شده. یعنی بعضی حتی اعلام هم میکنه که دو برابر نسبت به قبل شده، یعنی بین 6 تا 10000. سال گذشته 1401 بیش از 10000 پزشک و پرستار از ایران خارج شد. اینا تا الان که مهاجرت میکردن پزشکان عمومی بودن، اما الان در کنار پزشکان عمومی متخصصین هم وارد مزیان میخوان از ایران خارج بشن. در از یک سال 160 متخصص قلب از ایران خارج شده. گفته میشه که کرسی های همون آموزشی همون قسمت تخصصی که همه دست میشکندن، دست و پا میشکندن گرفتن این کرسی، الان خالی مونده. مسئولین همون نظام پزشکی هم گفتن که به خاطر همین چون خالی مونده برای 5 سال آینده، 5 تا 10 سال آینده این پرورش متخصص متوقف شده و در آینده ایران، یعنی در آینده 5 سال آینده متخصص تو ایران نخواهیم داشت. میانجین سنی متقاضیان مهاجرت خیلی زیاد شده، یعنی به این صورت که کسانی که الان دنبال درس پزشکی هستن، دنبال پزشک شدن هستن، بعد از فارغ التحصیل شدن دیگه دنبال تخصص نمیرن، میخوان از ایران خارج بشن. آقای جعفریان عضو ستاد جراحی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم گفته که در رشته تخصصی مخصوصا در رشته قلب و اورولوژی 650 جای تخصصی کرسی تخصص خالیه. این باید برای مسئولان حکومت، مسئولان کلن زنگ خطری باشه. در کنار پزشکان، نه تنها پزشکان عمومی و متخصصین، کادر پرستاری هم خیلی هاشون کاراشون رو ول کردن، یا خانه نشین شدن یا دنبال کارهای دیگه از جمله تاکسی رانی اونطوری که من شنیدم، و یا بقیهشون هم مهاجرت میکنن به کشورهای همجوار. اینجا آقای میرزا بگی خودش رئیس سازمان نظام پرستاری اعلام کرده که سال گذشته 1401 در روز 27 شهریور 1401 به ایلنا اعلام گفت روزانه 5 تا 6 پرستار از ایران خارج میشه. یکی از مسئولین وزارت بهداشت هم گفته که کمبود
از اینکه پرستار کمبود پرستار در حال حاضر 70,000 نیروی پرستاری است. 70,000 حتی اعلام کردید جواز استخدام 25,000 نفر ما گرفتیم، اما کسی رغبت کار پرستاری را نداره. یعنی وضعیت من به نظر من اینا یه نمونه خیلی با کوچیکیه، واقعیت قضیه بیش از ایناست. حالا دکتر، همین آمار مشخص که الان شما دارید میدین که بسیار تأمل برانگیزه و تکون دهنده است، خروج این میزان از جامعه پزشکی از کشور چه آثاری روی بحرانی که همکنون تو عرصه درمان در ایران وجود داره فکر میکنید خواهد گذاشت؟ خدمت شما عرض کنم که مسئله ای که خروج پزشکان، اولش اینه که به خاطر مسائل سنفیش، مسائل اقتصادی هست از یک طرف، و به نظر من یعنی خیلی هاشون گفته های طبق گفته های آقای دکتر هستش، فکر کنم به اسم دال که نمیخواستم اسمش هم مشخص بشه، گفته بود که طبق گزارش صحبت هایی که با پزشکان داشته، همه گفتن به خاطر مسائل شخصی و آینده خود و بچه هاشون هست و خانواده هاشون هست. به نظر من مسئله سیاسی هم پشت قضیه هستشون، اطمینان امنیت کاری شغلی اصلا وجود نداره تو ایران. اما چرا، چه عواقبی داره؟ عواقبشون بسیار برای نظام سلامت و درمان بسیار بسیار شدید خواهد بود. ببینید متخصص، یعنی سرانه تخصصی به ازای 10,000 نفر در ایران 5 تا کمتر از 5 متخصص هست طبق گفته خود گزارش های داخل ایران. در کشورهای دیگه درست چندین برابره. به طور مثال میزنم، من الان تو آلمان هستم، تو آلمان برای 1,000 نفر 4.5 نفر هستش، یعنی 10 برابر به ازای 10,000 نفر 45 نفر هستش. وقتی که تعداد اینا کم شده، این تعداد خیلی خیلی کم، وقتی که از ایران مهاجرت کنن تعدادشون کمتر میشه، باعث میشه که خیلی هایی که میخوان دنبال با پزشکان تخصصی کار دارن دسترسی پیدا نمیکنن برای گرفتن ویزیت، برای گرفتن وقت مطمئنن ماها طول خواهد کشید. بله. هزینه درمان خیلی بالا میره، کیفیت خدماتی بالا میره، ممکنه انحصاری در قسمت تخصصی انحصاری به وجود بیاد، کسانی که دستشون به قول معروف بیشتر بازه، اونم تعدادشون خیلی کمه، اینا میتونن نفوذ کنن و اینا رو به انحصار خودشون بکشونن. اینا یعنی واقعیت قضیه ضربه شدیدی میزن. در کنار این شما خودتونم بهتر از همه، شما هم میدونین، همه فکر کنم تمام مردم ایران میدونن، وقتی پزشک میخواد پزشک بشه یا متخصص بشه، تخصصش رو بگیره، میدون چه مقدار هزینه برای این پزشک صرف شده تو از پول کشور، چقدر سرمایه گذاری شده، میلیون ها دلار سرمایه گذاری شده. اینا وارد از ایران وقتی خارج میشن تو یه کشورهای مثل آلمان یا کشور اروپایی، خیلی خوشحالن که بدون اینکه یک دلار خرج کنن اینا رو به دست میارن. یعنی ببین عواقبش چقدر به ضرر مردم ایران، چقدر به نفع ایناست. این متاسفانه عواقب این مهاجرت خواهد بود. ولی به خاطر همینم من در آخر حرفم همیشه هم دو گفته های شما هم گفتم که تنها راه، اینم تکرار میکنم، ببخشید که من همیشه اینو تکرار میکنم، هیچ راهی وجود نداره، هیچ راهی تو ایران وجود نداره برای آرامش، برای آسایش مردم ایران جز سرنگونی این رژیم. باید پا رو جلو گذاشت، باید این رژیم رو به زبالدان تاریخ انداخت و مطمئنن این اتفاق خواهد افتاد. بله، بسیار سپاسگزارم از شما دکتر ولی افسری، عضو جامعه متخصصین ایرانی در آلمان، بخشید که توی این گفتگو همراه ما بودین. وقتتون بخیر دکتر و خدا نگهدار شما. خدا حفظ شما. مرسی، خیلی ممنون. درود بر شما.